بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: چرا طالبان از مردم دشت برچی پول جمع‌آوری می‌کند؟ حمایت بی‌سابقه ایران از گروه طالبان. واکنش تند رحمت الله نبیل به همسایه ایران با طالبان. و در ادامه این گزارش آخرین جزئیات از زمین لرزه در ولایت تخار. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه‌ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. منابع در دشت برچی به افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که طالبان از خانواده‌های ساکن این منطقه در غرب کابل 2000 افغانی به طور اجباری می‌گیرد. با گفته شماره ساکنان دشت برچی، طالبان می‌گویند که این پول را به مهاجران اخراج شده از پاکستان کمک می‌کنند. منابع در ناحیه 13 و 18 شهر کابل به افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که طالبان برگه ایران نیز به نام فرمه کمک به مهاجرین و باشندگان این منطقه توزیع کرده است. این منابع گفتند که شهرداری طالبان در کابل به وکلای گذر و مساجد دستور داده است که مردم را قناعت دهند که این پول را بپردازد. آنها گفته است که طالبان هشدار داده اگر ساکنان دشت برچی این پول را نپردازد، در برابری آنها از زور کار می‌گیرد. باید افزود که پیش از این طالبان از تصویب طرح با تایید هیبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان خبر داده است که بر مبنای آن زمین‌های بر اسکان دائمی مهاجران در کابل و ولایت‌ها توزیع خواهد شد. طالبان از سازمان‌های بین‌المللی، بازرگان و سرمایه‌گذاران نیز خواست است که به مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان کمک مالی کند. و گزارش دیگر این که وزیر خارجه ایران میگوید طالبان داعش نیستند بلکه بخشی از واقعیت امروز افغانستان هستند. وزیر خارجه ایران این سخنان را روز شنبه 18 قوس در نشست دانشجویی در ایران بیان کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید افغانستان زمانی میتواند در مسیر ثبات و امنیت قرار بگیرد که همه اقوام در اداره و حکومت کشورش نقش مهم داشته باشد، و اضافه کرده است که ما از ایده دولت فراگیر در افغانستان سخن میگوییم و تلاش های ما در عرصه دیپلماسی در این رابطه می باشد. در همین رابطه رحمت الله نبیل در واکنش به سخنان عبداللهیان گفته است که از همفکری آخوند و طالب نمیتوان توقع بیشتر داشت. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به اظهارات اخیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته است که طالبان داعش نه بلکه بخشی از واقعیت امروز افغانستان است واکنش نشان داده و میگوید که از همفکری آخوند و طالبان نمیتوان توقع بیشتر داشت. و گزارش دیگر این که منابع محلی در تخار از وقایع زمین لرزه در این ولایت خبر می‌دهند. بامداد امروز دوشنبه 20 قوس یک زمین لرزه به بزرگی 4.3 ریشتر ولایت تخار را تکان داده است. سازمان زمین شناسی بین المللی گفته است که این زمین لرزه در عمق 43 کیلومتری فرخار این ولایت رخ داده است. باید افزود که تا اکنون از تلفات و خسارات برخواسته از این زمین لرزه جزئیات در دسترس نیست. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز چیست؟ نظر خیش را در کامنت های همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخر این گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.